خارج کنترل و دوست داشتنی لیزا بیور محبت ما را به چالشی میکشاند تا با آنچه میبینیم شک کرده و آنچه را که نمیبینیم باور کنیم فصل دهم ده ترس جنگ روانی چرا برخی افراد فرمان خدا را در زندگیشان نادیده میگیرند چرا زمانی که باید چیزی را رها کنند سعی میکنند آن را نگه دارند چرا به جای کنترل کردن زندگیشان سعی می آن را به دست گیرند؟ چرا؟ زیرا آنها می ترسن. ترس نیروی پنهان و بی که موجب می شود منطق و آگاهی از ما بگریزد. ترس ما را به جلو می راند و وادارمان می کند تا به ناباوری برسیم. برای غلبه بر ترس باید ماهیت آن را بشناسیم. ترس یک حالت روانی یا نوعی نگرش بد نیست بلکه یک روح است دوم تیموتائوس فصل یک آیه هفت میفرماید زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است اگرچه ترس یک روح است اما این روح از جانب خدا نیست بلکه از سوی دشمن است تا جان ما را آزار دهد و روح انسانی را آلوده نماید. ترس می آید تا قدرت، تعادل ذهنی و عشق ما را برو باید. به با عنوان یک نیروی روحی، روانی باید با ترس به صورت روحانی برخورد کرد. نبرد برای قدرت ترس تا وقتی قدرت عمل دارد که ما تسلیم فریب و نیرنگ او شویم. او با فریب دادن ما برای پذیرش دروغهایش قدرت ما را می دزدن. اگر ترس های خیالی را هم باور کنیم، واقعی می شود. حتی بی اساس ترین این ترس ها می توانند زندگی و سرنوشت ما را تغییر دهند. مقصد فرزندان بنی اسرائیل سرزمین مود بود. اما آنها وعده خدا را ترک کرده و با آغوش ترس هایشان پناه بردند. آنها ایمانشان را در ترسهایشان بنا نهادند و با این کار فریب شیطان را به حقیقت خدا ترجیح دادند. خدا گفت خروج فصل سه آیه هشت بفرماید و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و وسی برآورم به زمینی که به شیر و شهد جاری است به مکان و هتیان و اموریان و فرزیان و هویان و یبوسیان. خروج فصل 20 آیه 23 میفرماید با من خدایان نقره مسازید و خدایان طلا برای خود مسازید. ترس گفت عداد فصل 13 آیات 31 الی 33 میفرماید نمی توانیم با این قوم مقابله نماییم زیرا که ایشان از ما قوی و درباره زمینی که آن را جاسوسی کرده بودند خبر بعد نزد بنی اسرائیل آورده گفتند زمینی که برای جاسوسی آن از آن گذشتیم زمینی است که ساکنان خود را می خورد و تمامی قومی که در آن دیدیم مردان قد بلند بودند و در آنجا جباران بنیاناق را دیدیم که اولاد جبارانند و ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و همچنین در نظر ایشان می نمودیم. آنها یعنی بنی اسرائیل فکر کردند. اعداد فصل چهارده آیه ایسه می فرماید و چرا خداوند ما را به این زمین می آورد تا به دم شمشیر بیفتیم و زنان و اطفال ما به یغما برده شوند؟ آیا برگشتن به مصر برای ما بهتر نیست؟ هنگامی که فریب ترس را به حقیقت خدا ترجیح دادن، مجبور شدن از قدرت خودشان برای در اختیار گرفتن سرزمین معودی که خدا قبلا با آنها داده بود استفاده کنند و به جای آن که وارث وعده های خدا شوند، وارث ترس هایشان شدن. عداد فصل چهارده آیات بیست و هشت سی و سه به ایشان بگو خداوند می گوید به حیات خودم قسم که چنان که شما در گوش من گفتید همچنان با شما عمل خواهم نمود. لاشه های شما در این صحرا خواهد افتاد و جمعی شمرده شدگان شما بر حسب تمامی شما از 20 ساله و بالاتر که بر من هم همه کرده اید. شما به زمینی که درباره آن دست خود را بلند کردم که شما را در آن ساکن گردانم هرگز داخل نخواهید شد. مگر کالی به نیوفنه و یوشع به نون. اما اطفال شما که درباره آنها گفتید که به یغما برده خواهند شد، ایشان را داخل خواهم کرد و ایشان سرزمینی را که شما رد کردید خواهند دانست. لاکن لاشه های شما در این صحرا خواهد افتاد. و پسران شما در این صحرا چهل سال آواره بوده با زناکاری شما را متحمل خواهند شد تا لاشه های شما در صحرا تلف شود. نقشه خدا آن نبود که قوم بنی اسرائیل در بیابان سرگردان شوند و این گونه بمیرند. بلکه نقشه خدا نجات آنها از دست مصریان و حفاظتشان توسط فرشته تا سرزمین مود بود. ترس آنچنان بربری اسرایی اسرائیل چیره و بینش روحانی آنها را کور کرده بود که تصور کردند خدا آنها را فریب داده است. آنها فکر می کردن خدا آنها را از دست مصریان نجات داده تا برده قوم بود پرست کن آن شوند. منطق آنها مسخره به نظر می رسد. اینطور نیست؟ اما آیا خود ما هم گاهی بی دلیل نمی ترسیم؟ ترس ما را به شک و ناباوری می کشاند. ترس در پس ایمان ما نهفته است و از ما می خواهد که ایمانمان را به جای بنا نهادن در وعده های خدا در ترس قرار دهیم. ایمان ما همیشه کار می کند اما یا برای ما کار می کند یا علیه ما. در انجیل گفته شده که خداوند به هر یک از ما مقیاس و میزانی ایمان داده است. به رومیان فصل دوازده آیه سه نگاه کنید. ما باید پذیرای ایمان باشیم. خدا از ما می خواهد که ایمانمان با تصویر پسر خدا همسویی داشته باشد. اما دشمن می خواهد که از ایمانمان علیه ما استفاده کند و ایمانمان با تصویر دیگری همسویی داشته باشد. قدرت ایمان را تسلیم دشمن خدا نکنیم. نبرد برای محبت ترس در جستجوی محبت شماست زیرا دشمن میداند که محبت ایمانداران را در برابر ترس محافظت می کند. اول یوحنا فصل چهار آیات شانزده الهشده می فرماید پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته ایم و با آن اعتماد داریم. خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در او. محبت این چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم که او هست. در محبت ترس نیست بلکه محبت کامل ترس را بیرون میراند. زیرا ترس از مکافات سرچشمه میگیرد و کسی که میترسد در محبت به کمال نرسیده است. هیچ چیزی شما را بیشتر از آن که در محبت خدا زندگی کنید حمایت نمی کند و این جایی است که شما از دسترس و دید دشمن پنهان خواهید بود. محبت خدا ترس را بیرون می راند و همین امر این موضوع را دوباره تایید می کند که ترس نیروی وابسته به روح است که باید به صورت روحانی با آن برخورد کرد. ما برای انکار جسم و خارج کردن ارواح فراخوانده شده ایم. اما نمی توانیم روح را انکار و جسممان را اخراج نماییم هرچند که برخی از ما در این راه تلاش کردهاند. محبت به صورت ذاتی در تضاد با ترس است آیات زیر ماهیت و ذات محبت را توضیح می دهد. اول قرنتیان فصل 13 آیات 4 الی 7 می‌فرماید محبت بردبار و مهربان است محبت حسد نمی برد. محبت فخر نمی فروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید. با آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمیگیرد محبت از بدی مسرور نمی شود اما با حقیقت شادی می کند. محبت با همه چیز مدارا می کند. هموار ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری میکند با استفاده از آیت بالا می توانیم ویژگی های ترس را که در تضاد با محبت است برشماریم. ترس ناشکیبا، با بدتنیت، حسود، خسیس، مغرور، گستاخ و خودخواه و زود خشم است. سابقه خطاها را نگاه می دارد و با رخ دادن وقایع ناگواری که پیش بینی کرده بود جان دوباره می گیرد. ترس هیچگاه حمایت کننده، قابل اعتماد، امیدوار کننده و با ثبات نیست. ترس نقطه مقابل محبت است. محبت و ترس هر دو سبب می شوند تا آنچه را که نادیدنی است باور کنیم. محبت ما را به چالشی می کشند تا با آنچه می بینیم شک کرده و آنچه را که نمی بینیم باور کنیم. اما ترس ما را وادار می کند تا دیدنی ها را بپذیریم و به نادیدنی ها شک کنیم. ترس محبت را بیرون میراند و محبت ترس را ترس نیروی روحی است که با محبت خدا و حمایت او از زندگی ما در تضاد مستقیم قرار دارد مسیح بر بزرگترین ترس جهان یعنی ترس از مرگ غلبه کرد و به عنوان کاهن اعظم ما نه تنها ترس از مرگ بلکه تمام ترس های ما را درک نمود او پیروزمندانه با بزرگترین ترس ما یعنی مرگ رو در رو شد و بر تمام ترس های کوچکتر و حسارت های ناشی از آن غلبه کرد. ابرانیان فصل دو آیات چهارده الا پانزده می از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارن، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر بردن آزاد سازد. اگر به ترس اجازه دهید شما را برده خود خواهد کرد. انگامی که مسیح جان خود را بر صلیب قربانی کرد بر تمام ترس ها فاق آمد. یوحنا فصل 15 آیه 13 می‌فرماید محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. مسیح به خاطر محبتی که به ما داشت جان خود را فدا کرد. مسیح بر ترسی غلبه کرد که بر آدم غلبه کرده بود. ترس از مرگ از زمان نافرمانی آدم در باغ عدن وجود داشته است. اشتیاق آدم برای آنکه شبیه خدا باشد باعث شد از فرمان خدا سرپیچی کند. ترس در باغ عدن خدا به خوبی آدم را آگاه کرده و به او متذکر شده بود که پیدایش فصل دو آیه هفته میفرماید اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آین خواهی مرد. معرفت نیک و بد شریعت گناه و مرگ است. خدا از آدم خواست در آزادی معرفت خدا بماند. آدم این معرفت را به وسیله محبت خدا و همراهی با او به دست آورده بود و برای این همراهی نیازی به درک خوب و بد نداشت چرا که او در همان حال همراه خدا بود و با او گام بر داشت. اما شیطان نمی خواست آدم و حوا در این آزادی که از سوی خدا با آنها داده شده بود جاودانه و آزاد زندگی کنند پس آنها را گمراه کرد. پیدایش فصل سه آیات چهار الا پنج میفرماید مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود آدم میدانست که خدا حیات است و در او تاریکی و مرگ وجود ندارد اما شیطان این واقعیت را به گونه ای تحریف کرد که گویی خدا از روی قصد آدم را فریب داده تا مانع شود که او نیز شبیه خدا گردد. کار شیطان دو جنبه داشت. او ابتدا صداقت و انگیزه های خدا را زیر سوال برد و جایگاه خدا را متزلزل نمود. سپس این انگیزه را در آدم به وجود آورد که او هم مانند خدا شود نموتی او. پیغام نهفته شیطان این بود، چرا باید به خدا ایمان داشته باشی و او را اطاعت کنی؟ او اهمیتی به خواسته تو نمیدهد. خودت آقای خودت باش. آدم و هوا این هیله را باور کرده و میوه ممنوع را خوردن. به این امید که بینش کافی برای سروریشان با آنها بدهد. استنباط آنها این بود که هرچه بیشتر شبیه خدا شوند کمتر از او اطاعت کنند. حال ببینیم آیا واقعا بیشتر شبیه خدا شدن؟ نخستین واکنش آدم را پس از خوردن میوه ممنوع در برابر خدا بررسی می کنیم. پیدایش فصل سه آیه ده می فرماید چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم پس خود را پنهان کردم. اگر آدم و حوا بیشتر شبیه خدا شده بودند چرا بیشتر از او ترسیدند و خود را از حضور او پنهان کردند ترس باعث شد تا نگاه آدم به خدا تغییر کند او از کسی می ترسید که او را به وجود آورده و روح حیات در او دمیده بود آدم از آفریننده خود می ترسید زیرا از فرمان او سرپیچی کرده بود محبت و ترس مطلق نمی توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. در نتیجه آدم مجبور بود باغ خدا را ترک کند. ترس از قضاوت همیشه بین شما و حضور خدا قرار می گیرد. نافرمانی آدم باعث شد تا او زیر قانون گناه و مرگ قرار گیرد. آدم معرفت نیک و بد را بر معرفت خدا یعنی رابطه محبت‌آمیز از طریق روح القدس ترجیح داد. آدم میخواست بدون خدا شبیه خدا شود. او به دنبال برابری با خدا بود. آدم دوم یعنی مسیح خدا بود که تبدیل به انسان شد. او نمونه ماست. فیلیپیان فصل دو آیات پنج الا شش میفرماید. همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت. او که همزاد با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست. فیلیپیان فصل دو آیه هشت می‌فرماید و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خار ساخت و تا به مرگ حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید مسیح زندگی خود را تحت فرمان و سیتره خدای پدر سپری کرد او خود نبود او نمیخواست جدا از خدا باشد و کاملا مطیع او بود به فصل چهار آیه سی و چهار نگاه کنید. از طریق این اطاعت مسیح شریعت گناه و مرگ و حکومت ترس را مکوس کرد. رومیان فصل هشت آیه دو می فرماید زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. بنابراین ما تحت فرمان روح القدس هستیم نه شریعت. ترس در قلبی که تسلیم خدا و مملو از محبت خداست جایی ندارد. اکنون ببینیم چرا ترس به سلامت ذهن حمله می کند. عقل سلیم از آنجا که ترس نیروی روحی و بدون شکل است، باید در چیزی استحاله یابد تا بتواند نمود پیدا کند. پس به دنبال زندگی کردن در قلعه ذهن ماست و اینگونه نبرد ترس در ذهن ما شکل می گیرد. یکی از استراتژی های شیطان آن است که ذهن ما را با سوالات گوناگون آزار دهد. شیطان از هوا پرسید که آیا واقعا خدا با آنچه گفته عمل می کند؟ او تلاش می کرد جایگاه خدا را متزلزل کند و او را یک دروغگو نشان دهد. ترس نیست این گونه عمل می کند. همیشه سوالاتی را در ذهن ایجاد و آن را آشفته می کند و آنچرا که خدا گفته برعکس جلوه می دهد. از کجا می دانی خداوند کاری را که گفته انجام می دهد؟ شاید درست متوجه منظور او نشدی؟ آیا منظور خدا واقعا همین بود؟ وعده خدا متعلق به تو نیست. ترس می خواهد که به کلام خدا شک کنید. خدا کلام خود را گرانقدر تر از نام خود قرار داده است. به مزمور فصل 138 آیه دو نگاه کنید. سپس زمانی که به کلامش شک می کنیم یعنی به نام او شک کرده ایم. ترس می خواهد که به ما به درستی صداقت، رحمت، قدوسیت، جلال و به هر آنچه که بیانگر ذات خداست شک کنیم. ترس می با تحریف کلام خدا انگیزه ها و ذات خدا را طوری دیگری نشان دهد. و این باعث می شود تا به خدا شک کنیم و زمانی که به چیزی شک کردیم دیگر نمی توانیم با آن اعتماد داشته باشیم. ترس می خواهد ما را متقاعد کند که خدا از آنچه می گوید مقصود خاصی ندارد یا به عبارت دیگر منظور کلام خدا چیست. ترس با تخریب کلام خدا و جایگاه او ما را سردرگ و معاشفته می کند. این آشفتگی به صحت و انسجام ذهن حمله می کند و وفاداری ما را میان خود و خدا تقسیم کرده و ما را مردد می کند. در رساله یعقوب فصل یک آیات شش اله هشت این سردرگمی به خوبی بیان شده است. یعقوب فصل یک آیه شش الهشت می فرماید اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد. زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سورانده می شود. چنین کسی نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت. زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار. هنگامی که مردد هستیم صبات نداریم. بیثباتی انسان را نه تنها در یک زمینه بلکه در هر کاری که انجام می دهد متزلزل و متغیر می سازد. یعقوب میگوید اگر شک کنیم نباید انتظار دریافت چیزی از خدا داشته باشیم یعقوب این جمله را در رابطه با دریافت حکمت بیان کرده است بنابراین وقتی که سلامت و انسجام ذهنمان از بین برود راهنمایی خدا را از دست می دهیم و تردید بر ما غلبه میکند نمیدانیم چه انتظاری باید از خدا داشته باشیم در نتیجه مسائل را به دست خودمان می سپاریم. ترس باور را به صخره می گیرد که اگر بروی چه اتفاقی می افتد؟ چه کسی نظارگر تو خواهد بود؟ ترس مایه عذاب است. به اول یوحنا فصل چهار آیه هجده نگاه کنید. زیرا ذهن ما را با سوالاتی ماننده چه اتفاقی برای من می افتد؟ درگیر می کند. چنین سوالاتی توجه ما را از خدا به سمت خودمان معطوف می کند. ترس ما را ترغیب می کند تا مراقب خود باشیم و از خود محافظت کنیم. برای محافظت از خود باید خود محور، خود خودخواه، خود, خود رای و خود مختار بود. چنین صفاتی در تضاد مطلق با دستوراتی است که خدا برای زندگی ما داده. در نتیجه حمایت خدا را از دست می دهیم. دشمن می‌خواهد که در امپراتوری خود زندگی کنیم. در این امپراتوری قوانین ما حاکم است. بنابراین خود خدای خیش می‌شویم. مقاومت کردن. اکنون که دیدیم چگونه ترس بر قدرت، عشق و سلامت ذهن حمله می‌کند، نگاهی بر این بیاندازیم که چگونه می‌توانیم در برابر حملات ترس مقاومت کنیم. فرانسیس فرانگیپان به عنوان یک نویسنده توضیح می دهد که در ذهن ما دژی مستحکم با عنوان خانه افکار وجود دارد. استحکامات ترس معمولا از دروخ دشمن و آثار به مانده از آزارها و سوء استفاده است که در گذشته رخ داده ساخته می شود. آزار و عذیت های گذشته جمع شده و دیوارهای مستحکم برای محافظت ما در برابر کسانی که می ترسیم به ما آسیبی برسانند ایجاد می کنن. ترس به جای ایمان به وسیله اطلاعات جمعآوری شده قالب فکری ما را می سازد. هر اندیشهای به تصویری از ترس و ناباوری تبدیل می شود. منطق ما دچار اختلال شده و سلامت ذهن از بین رفته است. این مسئله نشان می دهد زمانی که مطلبی را به فردی که در چنگال ترس اسیر است می گوییم او سخنان ما را به گونه کاملا متفاوت می مطلب شنیده شده اما مفهوم آن تغییر کرده است. به همین دلیل است که خدا می گوید اعمال رسولان فصل 28 آیه 26 می نزد این قوم برو بگو به گوش خود خواهید شنید اما هرگز نخواهید فهمید. به چشم خود خواهید دید اما هرگز درک نخواهید کرد. آنها میشنوند اما به دلیل ناباوری قادر به درک مفهومان آن نیستند. دوم قرنتیان فصل ده آیات چهار الا پنج میفرماید چرا که اسلحه جنگ ما دنیایی نیست بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دش هاست. ما استدلال ها و هر ادعای تکبرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می کنیم و هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر میسازیم. خدا می خواهد این استحکامات را نابود سازد. توجه داشته باشید که این استدلال ها و ادعاها خود را در برابر معرفت خدا یا بالاتر از آن قرار میدهد. به یاد داشته باشید که نبرد در ذهن ماست. دشمن میخواهد خود را در تقابل با معرفت خدا قرار دهد. در این نبرد خدا میخواهد هر اندیشه ای را که با ذهن ما می جنگد به اسارت درآورده و آن را با تصویر مسیح جایگزین کند. به دوم قرنتیان فصل ده آیه پنج نگاه کنید. این بدان من است که باید پیام ترس و ناباوری را اسیر کرده و آنها را مطیع حقیقت کلام خدا نماییم. مسیح کلام خداست که به جسم تبدیل شد. پس وقتی که افکارمان را به اطاعت از کلام خدا در می آوریم، خود را به اطاعت از مسیح در آورده ایم. به یوحنا فصل یک آیه سه و چهارده نگاه کنید. ما نمی افکارمان مطیع شریعت باشد، بلکه انجیل می گوید افکارمان باید در اطاعت از مسیح باشد. شریعت هیچ قدرتی برای در هم شکستن این استحکامات ندارد بلکه در حقیقت به شکل گیری آن کمک می کند. رومیان فصل هفت آیات نه الا یازده می فرماید زمانی من جدا از شریعت زنده بودم اما چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. همان حکم که می به حیات راه بر شود در عمل به مرگ انجامید زیرا گناه با سوجستن جستن از فرصتی که حکم پدید آورده بود مرا فریفت و به واسطه آن مرا کشت. رومیان فصل هشت آیه سه می فرماید چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد و بدین سان در پیکری بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد. رومیان فصل 8 آیه 15 می‌فرماید چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در میدهیم، ابا پدر هنگامی که با مسیح مصلوب شدیم شریعت گناه و مرگ را میرانیم و در این نقطه روح فرزند خدا را به دست میآوریم به جای آنکه تحت حکومت خودمان باشیم مسیح پادشاه ما می شود و ما مطیع او اگر زیر سلطه شریعت باشیم به شباهت پدرمان یعنی آدم خلق شده ایم. اما در قانون روح حیات و زندگی در عیسی مسیح ما فرزندان خدای پدر گشته ایم. فکرتان را نو کنید. از آنجا که دشمن پی در پی به ما حمله می کند، ما نیز باید برای محافظت از ذهن خود تهاجمی عمل کرده و به شیوه مناسب از آن حمایت کنیم. این کار تنها با کلام خدا که جان دوباره به ذهن ما می دهد امکان پذیر می شود. رومیان فصل دوازده آیه دو میفرماید و دیگر هم شکل این اصر مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود خواست نیکو پسندیده و کامل او ترس ما را نسبت به اراده خدا دچار شک و تردید می کند اما ما می با تغییر ذهنمان اراده خدا را درک کنیم اگر قادر به شناخت اراده کامل، نیکو و مطلوب او باشیم، دیگر ترسی از تسلیم شدن با آن نخواهیم داشت. رومیان فصل 8 آیه 6 می‌فرماید: طرز فکر انسان نفسانی مرگ است، اما طرز فکری که در سیتره روح قرار دارد، حیات و آرامش است. خدا میخواهد فکر ما توسط روح القدس کنترل شود، نه با روح ترس. زیرا ترس ما را آشفته و بیقرار می کند. ترس نمی خواهد ما آرامش را تجربه کنیم. به یاد داشته باشیم که تفکر جسم منجر به مرگ می شود در حالی که تفکر روح ما را به مسیر زندگی و آرامش هدایت می کند. اشعیا فصل 3 آیه 26 می فرماید و دروازه های وی ناله و ماتم خواهند کرد و او خراب شده بر زمین خواهد نشست. خدا این کار را زمانی انجام می دهد که به او توکل کنیم و به کارها و گفته هایش ایمان داشته باشیم و زمانی آرامش را تجربه می کنیم که ایمان به وفاداری خدا را به جای ترس برگزینیم. با سازی دوباره ذهن چیزی فراتر از شناخت کتاب مقدس است. بازسازی ذهن یعنی زمانی که درک نمی کنیم کلام خدا چگونه در زندگی ما عمل می کند به درستی و وفاداری خدا اعتماد کنیم. با ایمان با آنچه که نمی بینیم و نمی فهمیم کلام خدا و ایمان را با هم درامیخته و این تنها راهی است که کلام خدا در ما زنده می شود. ابرانیان فصل چهار آیات یک الا دو می فرماید پس به هوش باشی مبادا با این که وعده راه یافتن به آسایش او هنوز به قوت خود باقی است آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است زیرا به ما نیست چه نشان بشارت داده شد اما پیامی که شنیدند سودی برایشان نداشت زیرا با آنان که گوش فرا دادند به ایمان متحد نشدن. برخلاف آنکه خدا با ابری در روز و با ستونی از آتش در شب قوم اسرائیل را هدایت می کرد، اما گاهی از بشارت خدا برای آنان که در بیابان سرگردان بودند سودی نداشت. ما نیز هشدار داده شده که اگر مراقب نباشیم چنین اتفاقی می تواند برای ما نیز بیفتد. مسیح برای برس بردن وعده خدا که همان داشتن زندگی جاوید است تعلیم می دهد که متا فصل 22 آیه 37 می فرماید خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. در سه فصل بعدی برخی از پیامدهای مهم ترس شامل عصبانیت، تهمت و بیتوجهی به خود را بررسی می کنیم تا با شناخت ماهیت و انگیزه پنهان در پس هر یک تاثیرات آنها را بر زندگیمان از بین ببریم.